اعداد فلات شامل دو تا بخشن، یک نقطه قرار میگیره که دو گروه اعداد رو عدد رو از هم جدا میکنه، یکی دسیمال ما هستش که بخش اعشاری ما هست و یه دونه مقدار قبلشه. یه مثال الان زدیم، گفتیم 1.0 از نوع فلاته. الان اگر من همین آی رو برابر قرار بدم با 1.0 و تایپ آی رو بگیرم، مقدار فلات به من برگردون. خب فلات هم مثل اینتیجر قابلیت این رو داره که نوع اینتیجر و استرینگ رو تبدیل به فلوت بکنه، یعنی که این قابلیت درش وجود داره. تابع بیلتینی داریم به اسم فلوت که در واقع این کار رو برای ما انجام میده. من اگه یه استرینگی داشته باشم مثلا مقدار 1.5، مقدار 1.5 توش قرار بدم و با فراخوانی فلوت میتونم اس رو بهش پاس بدم و مقدار من تبدیل میشه به نوع فلات. الان اگر من همین رو بیام بریزم در یه متغیر دیگه به اسم اف و تایپ اف رو بگیرم، شما میتونید ببینید که نوع عددی من فلاته. در مورد اینتیجر هم یه همچین چیزی هست. حالا اگر من این رو به جای این عدد بیام مثلا مقدار 2 رو توش قرار بدم، حالا اگر اف رو چاپش کنم تایپش رو نمیگیرم فعلا، فقط چاپش کنم ببینید 2 رو 2.0 در واقع به من برگردون. حالا اگه تایپش هم بگیرم میبینیم که باز فلاته. برسیم به اعداد مختلط. اعداد مختلط گفتیم دو بخش داره، یک بخش، من یه تصویر اینجا دارم بهتون نشون بدم، اعداد مختلط اصولا دو بخش، در واقع دو بخش داره، یک بخش ریل پارتشه و یه بخش ایمجینری پارته که گفتیم در نوتیشن مث کتاب های ریاضی معمولا با آی نشون میدن، ولی خب در مهندسی معمولا جی نشون داده میشه که ما اینجا در پایتون نوتیشن جی رو داریم. بیایم یه مثالی ازش ببینیم. من میام C1 یک مقداری قرار میدم به اسم C1 مثلا، توش میذارم فرضاً 2J. یه مقدار دیگه هم قرار میدم به اسم C2، اون رو هم مثلا قرار میدم 4J. اوکی. حالا میگم که این C1 چون کامپلکس نامبره، توش یک متدی وجود داره که میتونم اون رو فراخوانی کنم به اسم متد ریل. گفتم متدا رو با دات فراخوانی میکنم. اگه cl.real بزن c1.real بزنم، ببینید مقدار 00 برگردون. چرا؟ چون این عدد من که گفتم اگه من بیام بالا این عکس قرارش بدم، این تصویر، نگاه کنید بخش ایمجینری الان دارم ولی بخش ریل ندارم، در نتیجه ریل من 00. حالا به جای ریل اینجا میام از ایمج استفاده میکنم که اون بخش ایمجینریشو شما ببینید، مقدار 2. یه چیزی رو بهتون اشاره کنم، معمولا اعداد کامپلکس رو شما باش اصلا کاری ندارید، رو نمیشید با این اعداد، تقریبا در دنیای کاربردی برنامه‌نویسی باش رو نمیشید، مگر اینکه شما بخواید تو حوزه ساینتیفیک یعنی علوم داده مثلا بخواید کار بکنید، تو حوزه ببخشید مباحث علمی بخواید کار بکنید، یا تو حوزه‌ای که مربوط به ریاضیات میشه بخواید کار کنید که اونجا هستش با این اعداد روبرو میشید. در حالت عادی معمولا باش برخورد نخواهید داشت، پس زیاد نگران نباشید اگر بعضی مباحثش یا مثلا نوتیشنش یا ساختارش گیج کننده است. برسیم به نوع داده بعدی که بولین ولیو ها هستن. نوع بولین گفتیم دو تا جواب داره، یا ترو یا فالس، یا صحیح برمیگردونه یا غلط. اما در واقع پشت پرده کاری که انجام میگیره، بولین ها یک برابری دارن به اسم بول که ساختارشون شبیه به اینت یا فلاته. یعنی پشت پرده وقتی ما میگیم ترو، توی بک برنامه ما 1 قرار داده میشه و زمانی که فالس 0 قرار داده میشه. یعنی این بول کلن یک حالت باینری فقط داره، یک مقدار باینری تو خودش نگه میداره. اگر من یه چیزی داشته باشم به اسم فرضاً F و این رو برابر ترو قرار بدم، و خب اگر تایپ این F رو من الان بگیرم، تایپ F رو اگر من بگیرم، میبینید که مقدار بول برای من برگردوند. دقت کنید وقتی میگم که کلاس بولین، در وقتی که میگم بولین خودش یک کلاس برابری با اینتیجر اینت و فلات داره، اینت یا فلات فرق نمیکنه، به این معنی که هر کدوم از این دو گروه رو میشه به هم تبدیل کرد. مثلا من میگم اینت ترو، ببینید مقدار 1 رو به من برگردون. اینت فالس، مقدار 0 رو به من برگردون.
حالا اون عکسش بول یک true برمیگردونه، بول صفر فالس به من برمیگردونه. در واقع این مقدار عددیه که اون بک داره ذخیره میشه. به این نکته توجه داشته باشین که همیشه امکان این وجود داره که شما بتونید مثلا نوع استرینگ خودتون رو هم تبدیل بکنید به نوع بولین، تا زمانی که مقدار ورودی که دارین میگیرین حتما برابر ترو به مقدار ترو، یعنی از لحاظ املایی برابر مقدار ترو یا مقدار فالس باشه. یعنی سینتکسی دارم میگم، گرامری دارم میگم، مقدار درست رو تایپ کرده باشین. مثلا من اگه یه اینپوتی بخوام بگیرم، حالا من اینجا اینپوت اصلا نمیگیرم، اینجا یه اس میزنم از نوع استرینگ، میگم اینجا مقدار ترو توش بریز. الان اس رو ترو کردن دیگه، درسته؟ حالا میگم این تبدیل به بولش کن. ببینید مقدار ترو رو باهم برگردون. حالا من این رو میریزم توی متغیری به اسم بی که تایپش رو بگیرم. ببینید شما تایپ بی رو اگر بگیرم، ببینید از نوع بوله، بولین شده. حالا رسیدیم به اپراتورها. اولی نوع اپراتوری که میخوایم بررسی کنیم arithmetic operators که مربوط میشن به عملیات های ریاضیاتی، در واقع مربوط میشه به علاوه و جمع و تفریق و ضرب و تقسیم. من یه تصویری رو قبلا اینجا آماده کردم براتون که اینجا میتونین انواع arithmetic operation ها رو ببینید که چطوری کار میکنن. به علاوه که مقدار چپ عدد چپی رو میاد با راستی با هم دیگه جمع میکنه، تفریق میاد مقدار چپ و راست از هم دیگه کم میکنه. یه مثالی از هر کدوم هم اینجا میبینید. اینجا تقریبا تا اینجاش کاملا معلومه داره چطور کار میکنه. این چهارتای آخری ممکنه یه خورده مورددار باشن، ما در موردشون صحبت کنیم. این که خیلی واضح داره نشون میده خودش رو، یه تقسیمه. حالا این تقسیم، این هم تقسیمه، دو نوع تقسیم اینجا ما داریم. حالا در موردشون صحبت میکنیم که اینا تفاوتاشون چیه. اینی که اینجا میبینید مقدار باقی مانده رو به ما نشون میده، یعنی دو تا عدد رو تقسیم میکنید، اصلا دیگه کاری به خارج قسمت و این چیزا نداره، فقط باقی مانده رو به ما نشون میده. دو تا استار هم کنار هم قرار بگیره، بعضی از زبان‌های برنامه‌نویسی جای این دابل استار حت داریم، ما علامت حت که نشون دهنده توانه، در واقع برای توان رسوندن در پایتون باید دو تا استار رو پشت سر هم قرار بدیم، یعنی 3 به توان 4 در واقع اینجا میشه. فکر نکنم به اون صورت نیاز باشه ما بخوایم خیلی در موردش مانور بدیم. من فقط یه مثال کوچیک میزنم، از مثلا میگم یه مقداری دارم به اسم first، این رو قرار میدم برابر مثلا 12، یه دونه هم دارم last، این رو قرار میدم برابر با 14. حالا اینا رو من میتونم عملیات های مختلف بدم، بگم first ضرب در last بشه، ببینید دوتا رو در هم ضرب میکنم. دیگه چی داریم، چی کارهایی میخوایم بکنیم؟ مثلا به علاوه انجام بده، تفریق انجام بده. حالا یه مورد اینجا پیش اومده، ما این مورد رو در موردش صحبت کنیم بد نیست. 100 رو تقسیم بر 20، درسته؟ جواب چی به من برگردوند؟ دقت کنین، جواب داد 5.0. چرا یه همچین کاری کرد؟ در صورتی که ما میدونیم همون 5 رو فقط قرار بدیم تو خارج قسمت، ضرب در 20 بکنیم 100 به دست میاد. چرا اینجا مقدار فلات به ما برگردوند به جای اینتیجر؟ اگر من این رو بیام تایپش رو بگیرم به این صورت، شما با این مورد روبرو میشید که اصلا کلاس من از نوع فلات شده، چرا از نوع اینتیجر نیست؟ علت این اتفاق اینه که کامپیوتر، یعنی در واقع اینترپریتر، نمیدونه که جواب خروجی شما آیا صفر، مقدار باقی مانده شما آیا صفر خواهد بود یا نه یک مقدار مثلا چیزی خواهد داشت. مثلا فرض کنید که عدد رو تقسیم میکنم، یه باقی مونده ای برای من داره، صفر نمیاد. خب اگر باقی مانده صفر نیاد، در این حالت خب نیاز داره که یک فلوت پوینتی بهش بده برای اینکه بتونه اون رقم اعشار رو بره دیگه. انجایی که خب کامپیوتر خودش به صورت دیفالت نمیدونه این قضیه رو، در نتیجه با دیفالت میاد اصلا کلن فلوت در نظر میگیره. حالا شما ممکنه یه جایی
اصلا میخواین حتما حتما اینتیجر داشته باشین، یعنی میخواین اون بخش اعشاری رو نادیده بگیرین. فرض کنین اصلا یک تقسیمی هم انجام دادید و اصلا براتون بخش اعشاری مهم نیست، اصلا حتما حتما شما بخش اینتیجرش رو فقط میخواین، اون موقع چیکار میشه کرد؟ اینجا هستش که این نوع دوم تقسیم کردن رو به کارتون میاد، یعنی دو بار این علامت تقسیم رو قرار میدید و الان اگر دقت کنید خروجی من شد 5 دیگه، اون بخش اعشاری رو ندارم. توان میتونیم برسونیم به لاست، البته فکر کنم خیلی بزرگ بشه. آره از خیلی بزرگی شد، به توان رسوندیم. مقدار فرست لاستی که اینجا داشتم من اینا رو اومدم دو تا توان رسوندم. اینم نوع توانی، فقط می‌خواستم یه دونه ببینیم نوعش رو.